به جای جدای جنسیتی اون دانشگاه که من بودم دانشگاه عراق، رئیس این دانشگاه توی بیلانش یکی از افتخاراتش بود، یکی از اولین واحدی بوده که این طرح جداسازی رو تو سطح دانشگاه کشور اجرا کرده. حالا این افتخار به چه قیمتیه؟ حساب کنید فقط محدودیت برای دخترها نبود، مثلا یک قلم ساختمون، یک ساختمون جدا کردن که تو این ساختمون از نظر جا و مکان دخترها کل دچار مشکل بودن، از کلاساشون مثلا خیلی جاشون تنگ بود. بعد آنتراکتور رو مثلا به فاصله نیم ساعت جابجا میکنه، مثلا آنتراکت اونها نیم ساعت جدا بود، بعد به هم باید به تبع تداخل نکنه، تداخل نکنه. بعد حالا این به چه قیمتی؟ به این که از نظر عیاب زهاب، از نظر سرویس های عیاب زهابی همه دچار مشکل بودن. یا همین که الان خواهرم هم اشاره کرد، مثلا بعضی کلاس ها به حد نصاب نمیرسید که این کلاس تشکیل بشه. مثلا حساب کن تو احتیاج داری که درس مثلا ریاضی پایه رو پاس کنی که بتونی پس نیازه این درس رو بگیری. بعد تو اون ترم به دلیل اینکه فقط 10 نفرن، ما بیزاش 10 نفر پسرن 10 نفر دخترن، منتها 10 نفر پسر نمیتونن که توی یک کلاس با هم باشن به خاطر این طرح ضد انسانی، این کلاس تشکیل نمیشه. تو هم نمیتونی این ترم این درس رو بگیری، بعد مواجه میشین که چند ترم به خاطر یک درس عقب میفتی. من مثلا نمونه داشتم، یکی از آشنامون این درس خیلی خوبی داشت، ولی واقعا این خیلی دچار افسردگی شده، گفت من این ترم بیشتر از 12 واحد نتونستم بگیرم، چون درسی نبوده که من بتونم بگیرم، به دلیل همین مشکلات. تازه این گوشه ای از این مشکلاتی که یکی از هزار شما نیما جان بفهم. آره، این طرح جداسازی که گفتن، ما دانشکده‌مون یه رشته صنایع غذایی داشت که دانشجوی دختر به خاطر اینکه یه کلاسشون به حد نصاب نمی‌رسید، برای یه سری کلاساشون بعد میرفتن اختیاریه، بعد دوباره از اونجا برمیگشتن به ساختمون اصلی دانشکده. یعنی که برای 2 ساعت کلاس بعد حدود 30 کیلومتر مسافت طی میکردن.